در آسمان تاریک شب جایی میان امواج خاموش رادار و زمزمه الکترون های ساکن در سکوت موجودی پرواز می کند که هیچ راداری نمی بیندش. نامش جنگندی رادارگوریز است. محصول دهها تحقیق آزمایش، شکست و پیروزی اما پشت این ظاهر اسرارآمیز حقیقتی پنهان است ساختن جنگنده ای واقعا نامرئی تقریبا غیر ممکن است هر کشور از آمریکا تا روسیه و چین بهای به سنگینی برای رسیدن به آن پرداخته و حالا ایران نیز وارد این میدان سخت و پر رمز و راز شده میدانی که علم فناوری و نبوغ بومی در آن تعیین کننده است. ایرانیست. برای درک اینکه چرا جنگنده رادارگاری سخت است باید اول بفهمیم دشمنش کیست رادار این چشم الکترونیکی آسمان از دهه 1940 تا کنون مهمترین ابزار کشف پرنده ها بوده است رادار امواج رادیویی را به آسمان میفرستند آنها به هدف برخورد می کنند و باز می گردند و با تحلیل باستاب مکان، سرعت و حتی نوع هدف مشخص می شود راز رادارگوریزی در همین باستاب نهفته هرچه باستاب کمتر باشد احتمال شناسایی کمتر است اما کاهش بازتاب راداری یعنی جنگ با طبیعت فیزیکی امواج یک بدنه فلزی با های منحنی یا برجستگی های ناهموار امواج را به هر سو باز میتاباند برای پنهان شدن باید هندسه بدن طوری طراحی شود که موج بازتابی به سمت رادار بر نگردد این همان فلسفه طراحی جنگنده مانند F117 و B2 بود آنها از های شکست لبه های زابیه دار و رنگ های جز کننده موج بهره میبرند ولی ساخت چنین بدنی آسان نیست هر زاویه هر اتصال هر پیچ می تواند اثر موجی داشته باشد و تمام زحمات را برباد دهد برای ایران که در دهه های اخیر تحت تحریم های شدید فناورانه بوده ورود به این حوزه یعنی گشودن دروازه‌ای به دنیای بسیار پیچیده اولین نشانه های تلاش ایران برای کاهش رد پای راداری در پروژه های مانند قاهر 313 و سائقه دو دیده شد هرچند منتقدان بسیاری آنها را به چشم نمایش تبلیغاتی دیدند اما حقیقت در لایه های تری پنهان است. مهندسان ایرانی به ویژه در صنایع هوایی شهید ستاری و سازمان جهاد خودکفایی سالهاست روی ترکیب مواد جاذب رادار شکل دهی هندسی بدنه و حتی الکترونیک پنهانکارانه کار می کنند. جنگنده ای که بخواهد واقعا پنهان بماند باید نه فقط در برابر رادار بلکه در برابر تیفهای دیگر هم ناپیدا باشد رد حرارتی رد فروسرخ و رد صوتی موتورهای پرقدرت معمولی گرمایی میسازند که در تصاویر حرارتی مثل چراغی در تاریکی می درخشند پس طراحان باید خروجی موتور را خنک کنند یا با کانالهای خاص آن را از دید مستقیم حسگرها پنهان کنند. در ایران نیز گزارش هایی وجود دارد که در برخی پروژه های تحقیقاتی مهندسان از ترکیب سوخت های خاص و آگیاش های خونک کننده برای کاهش دمای خروجی موتور استفاده کرده اند. اما این تنها آغاز است برای کاهش بازتاب راداری سطح بدنه باید با موادی پوشانده شود که امواج را جذب کنند این مواد مرسوم به رم هستند تولید چنین موادی یکی از رازهای صنعتی و علمی قرن است در آمریکا نسل متوالی از رم با استفاده از نانو کربون کربن اکسید آهن و ترکیبات پلیمری ساخته شدند در ایران نیز پژوهشگاه مواد و انرژی و دانشگاه مالک اشتر پروژه های مشابهی را از دهه 1390 آغاز کردند برخی منابع داخلی به موفقیت در تولید پوشش های چند لایه با جذب بالای امواج در باند ایکس اشاره کردند اگر این درست باشد ایران حالا در حال ساخت پایه های فناوری رادارگریزی بومی است اما پرسش اصلی اینجا است. چرا جنگنده رادار هنوز هم برای بسیاری از کشورها یک رویاست؟ پاسخ در ترکیب چند حوزه فوقالعاده دشوار است رادارگریزی تنها یک ویژگی مکانیکی نیست حاصل هماهنگی میان طراحی آیرودینامیکی مواد پیشرفته سامانهای الکترونیکی و حتی تاکتیک های رزمی است برای مثال جنگنده اف 35 آمریکایی نه فقط بدنه پنهانکار دارد بلکه نرم‌افزار افزار تراحی طراحی شده که پرواز در مسیرهایی با کمترین تابش راداری انجام شود این یعنی هوش مصنوعی و تحلیل داده هم بخشی از پنهانکاری اند ایران نیز در سالهای اخیر با گسترش سامانه های هوش مصنوعی نظامی و رادارهای آرایی فازی داخلی نشان داد به اهمیت این پیوند واقف است یکی از جذابترین بخش های این نبرد پنهان جنگ رادارها و ضد رادارهاست. رادارهای مدرن دیگر مثل گذشته فقط در یک باند کار نمی کنند. آنها از باندهای چنگانه و الگوریتم های هوشمند برای آشکارسازی اهداف استفاده می کنند. از سوی دیگر جنگنده های رادارگوریز نیز با سامان های اخلالگر، باستاب با مصنوعی یا حتی پوشش های متغیر در فریب آنها دارند در ایران توسعه رادارهای فرابرد باند VHF و سامانهای غیر فعال گامی هوشمندانه در این مسیر است چرا که این نوع رادارها می توانند حتی هدفهای رادارگریز را نیز در شرایط خاص تشخیص دهند اما چرا میگویند گویند جنگندی رادارگریز سخت کش است چون ساختن و نگهداری آن فراتر از توان بسیاری از کشورهاست هر پرواز باز نیاز به کنترل دقیق سطوح پنهان کار دارد حتی یک خراش در پوشش رم می تواند سطح مقطع راداری را چند برابر کند تعمیر این پوشش ها هزینه بر و زمان بر است به همین دلیل حتی قدرت هایی مانند آمریکا نیز ناچارن تعداد محدودی از این جنگنده ها را عملیاتی نگه دارند برای کشوری مانند ایران با بودجه محدودتر و تحریم های پیچیده راه اقلانی تر ممکن است در توسعه رادارگریزی نسبی باشد نه مطلق یعنی کاهش رد پای راداری تا حدی که زمان شناسایی دشمن را افزای افزایش دهد و فرصت واکنش را از او بگیرد. ایران در این مسیر بیشتر بر ترکیب فناوری پنهانکاری و تاکتیک های هوشمند تکیه کرده است مثلا استفاده از جنگنده های سبک با سطح مقطع کوچک پرواز در ارتفاع پایین و مسیرهای غیرقابل پیش بینی جنگنده های مثل کوسر و سائقه شاید در ظاهر رادارگریز نباشند اما در ترکیب با اخلالگرها و جنگ الکترونیک میتوانند عملا رد خود را در میدان نبرد محو کنند در رزمایش های اخیر بارها دیده شده که هواپیماها با بهرهگیری از تاکتیک های راداری خاص از دید رادارهای دشمن فرزی پنهان ماندهاند در کنار این پروژه های تحقیقاتی درباره پوشش پوشش هوشمند نیز در حال پیشرفت است پوششی که بتواند در لحظه امواج ورودی را تحلیل و واکنش مناسب نشان دهد برخی منابع غیررسمی از تلاش مشترک صنایع هوایی ایران و مرکز نانوفناوری برای ساخت چنین موادی خبر دادهاند اگر این فناوری به بلوغ برسد مفهوم رادارگریزی در ایران وارد مرحله تازه ای می شود. در دهه آینده نبرد میان رادار و رادار نیز بیش از هر زمان دیگر پیچیده خواهد شد رادارهای کوانتومی، حسگرهای چندتیفی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین ممکن است بتوانند حتی کوچکترین ناهنجاری در آسمان را تشخیص دهند، اما در مقابل فناوری های پنهانکار نیز به سمت جذب فعال و انعکاس کنترل شده می روند. در این میدان پویا کشورهای موفق خواهند بود که بتوانند به این علم مواد طراحی آیرودینامیک و هوش مصنوعی پیوند برقرار کنند. برای ایران دستیابی به یک جنگنده کاملا رادارگریز ممکن است هنوز سالها فاصله داشته باشد اما مسیر درستی در پیش گرفته شده است آنچه امروز در قالب نمونه های آزمایشی و پروژه های نیمه محرمانه دیده می شود شاید مقدمه ای باشد بر نسلی از جنگنده های بومی که نه به طور مطلق نامرئی بلکه هوشمندانه پنهان باشند در واقع مفهوم جدیدی در حال شکل گیری است رادارگریزی هوشمند یعنی ترکیب فناوری پنهانکاری داد کابی و تاکتیک های دیجیتال در میدان نبرد در آینده ای نه چندان دور شاید در آسمان ایران جنگنده هایی پرواز کنند که رد پایشان نه فقط در رادار بلکه حتی در شبکه های داده دشمن نیز گم شود و آن روز پنهانکاری تنها در شکل بدنه خلاصه نخواهد شد بلکه در تفکر، طراحی و راهبرد نهفته خواهد بود. ایران در سکوت و پشت دیواره های آزمایش های نظامیش آرام و پیوسته در حال ساختن این آینده است. شاید هیچ هواپیمایی در جهان کاملا نامرئی نباشد. اما جنگندهی که بتواند دیده نشود تا زمانی که دیر شده باشد همان چیزی است که همه ارتش های جهان به دنبالش هستند و ایران با همه محدودیت ها در همین مسیر گام برمیدارد. آرام محتاط و مصمم به یک جنگنده کاملا بومی با موتور بومی فرداخت. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما